الو ایران فردا. الو ایران فردا. با درود به شما عزیزانم، هموطنان نازنینی که زحمت به خودتون میدید و تلفن میزنید، نقطه نظرهای خود رو میگذارید در این فاصله‌ای که ما به تلفن مستقیم خواهیم رسید، در این فاصله‌ای که مونده، به هر حال از این طریق من نقطه نظرهای شما رو میشنوم، همکاران من گوش میدن به صدای نازنین شما و بعد انتقاداتی که دارید گوش میدیم، سعی میکنیم پاسخ بدیم. من خودم میام اینجا هفته یک بار در خدمتتون هستم و به این اظهار نظرهای ارزشمند پاسخ میدم. ولی خب بعضی جا هم از بعضی مطالب مطرح میشه که خصوصیه یا سوالی از یک شخص به خصوص در برنامه میشه و خواستار اون هستید که اون شخص به خصوص به شما جواب بده، که این کارم خواهیم کرد. ولی به هر حال اینا همه مقدمه زمانی است که ما یه برنامه ویژه زنده داشته باشیم. به راحتی تلفن رو بردارید، بدون واهمه از سانسور حرفهای خود رو بگویید. گفتم دو اصل مقدس در این تلویزیون هست که ما بهش پای بندیم. اصل اول، جایی برای ناسزاگویی در اینجا نیست. نکته رو براتون میگم، یکی از همکاران من که بسیارم دوستش دارم، برنامه‌ش هم خیلی موفق بود، در یکی از برنامه‌ها مطلبی یا موسیقی در اونجا بود که خارج از این اصل طلایی بود. من اونو برداشتم و هفته بعدم توضیح دادیم. به ایشون برخورد، ناراحت شدن که این مثلا بیرون از کار اپوزیسیونه و من توضیح دادم براشون اپوزیسیون فحش نیست، اپوزیسیون مسخره کردن و ناسزا نیست. اپوزیسیون اینه که آدم نگاه بکنه، اشتباهات رو بازگو کنه، اونم نه با کینه و عداوت و دشمنی، و واقعیت‌ها رو بگه. به خاطر دشمنی حرفایی رو نزنه که پایه واقع نداره. نکته دوم یا اصل طلایی دوم، ایران فردا جایی برای کینه ورزی و تسویه حساب نیست. بنابراین به محض اینکه من در جای مشاهده کردم صحبت نسبت به یه شخص معین یا تسویه حساب هست، اونو پخش نکردم. این دو اصل رو اگر رعایت بکنید، تمام اظهاراتون راجع به بنده، همکاران، انتقاداتتون راجع به جمهوری اسلامی، تاییدتون، تکذیبتون، همه اینا بدون سانسور پخش خواهد شد. ما باید یاد بگیریم تحمل یکدیگر رو، باید یاد بگیریم که چگونه با هم برخورد کنیم. رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای به بیمارستان رفته. نقطه نظرهای منم نسبت به رژیم جمهوری اسلامی، ولایت فقیه، که این رو یک بدعت نامبارک در تاریخ ایران میدونم، میدونید. ولی من تصور نمی کنم فردی اگر دشمن آدمم باشه، وقتی دچار بیماری در بیمارستان رفته، مجالی برای آدم باید دست بده که آدم مسخره بکنه. میتونه آدم آناکدوت بگه، میتونه خیلی جالب آقای رضایی یا خانم چرخنده اومدن پیشنهاد کردن که نقص ایشون رو برطرف کنن، اینا اشکال نه، جوکه، آناکدوته، ولی توهین خیلی بده. و من به همین دلیل در مورد یه کارتون به یکی از دوستانم گفتم، گفتم در حالی که من همیشه این کارتون ها رو دوست دارم، این یکی بسیار بدذوق بود، چون با یک آدمی در بستر بیماری با رکاکت شوخی کرده بود. اینا چیزهایی است که من بهش پایبندم. در تمام عمر روزنامه‌نگاریم و نوشتنم اینها رو بهش اعتقاد داشتم. اگر احترام گذاشتید به شما احترام می‌گذارن. اگر ناسزا گفتید، طرف میاد زیر برنامه‌ای در فیسبوک کامنت رکیک می‌گذاره. این کامنت رکیک رو گذاشتن خیلی طبیعی است. او میخواد خودشو خالی کنه، میخواد کینه ورزی کنه، ولی اینو هزاران نفر میخونن و این نتیجهش این میشه که اون شخص چقدر تحقیر میشه، چقدر کوچک میشه. یا آدمی هست، من بارها براتون گفتم، مرتب برای من ایمیل میده، منو میشناسه و منم میشناسمش. این خیلی جالبه. این آدم 35 ساله،
متاسفانه به بیماری حسادت دچاره. و این بیماری حسادت یه ذره یه بار به خودش نگفته بود آه من همه این ناسزا رو به این علیرضا نوری‌زاده میگم، ولی این علیرضا نوری‌زاده 40 و اندی ساله در صحنه روزنامه نگاری و نوشتن و تلویزیون و رادیو هست، لابد یه چیزی داشته که تونسته 45 سال دوام بیاره. چرا بقیه دوام نیاوردن؟ این فقط نمیتونه که همینجوری باشه یه جا بگی آقا بله رفت خودشو آویزون کرد به جعفریان، یه روز بگی خودشو آویزون کرد به صالحیار، خودشو آویزون کرد به اون. یه آدمی که از 17 سالگی اومده تو این کار و تا امروز پایدار مونده، پس لابد این کارو بلده، لابد درسشو یاد گرفته. اگر آدم یک ذره با سعه صدر به این قضایا نگاه بکنه، بر اون حسدش هم غلبه میکنه. خیلی حسد چیز بدیست. نقل این روحانیون میگفتن پیامبر روزی از گورستان مدینه عبور میکرد و خطاب به همراهانش گفت نیمی از افرادی که اینجا در گور خوابیدن قربانی حسادت و نظرتنگی هستن. و این حالا درست یا غلط مهم نیست، ولی تأثیر گذاره. یعنی انسانی که با حسد زندگی میکنه نه خودش زندگی راحتی داره نه مقصودان علیه. و بنابراین اینا رو بند خود به دوستان میگم توجه کنم. دوستی به من گفته بود آقای نوری‌زاده که زبان عربی بلده، چرا مثلا تو برنامهش گفته مستور یا مثلا یه چیزای شبیه به این. دوست عزیزم، ما یک وقت بنده دارم زبان عربی صحبت میکنم، خیلی طبیعی است باید عربی حرف بزنم، همین کاری که میکنم تو مصاحبهام تو تلویزیونای عربی. یه وقت من دارم فارسی حرف میزنم و سخنانی میگم با واژگانی که از زبان عربی وارد زبان فارسی شده و خیلیاش معنی تغییر داده، به شکل دیگری بازگو میشه. بنابراین اگر من بخوام به لغت عرب سر صحبت بکنم و اون کلام رو چجور اون گونه ادا کنم، اون وقت قابل فهم برای خیلیا نخواهد. حالا بیایم گفته های شما رو تک به تک گوش بدیم که من بسیار لذت بردم از شنیدن بعضی از اظهار نظرها که مجالی به من میده تا در این زمینه ها صحبت کنم، به ویژه در مورد دوتنی که حالا میشنوید در مورد عرب ها سخن گفته بودند، که این که انسان در قرن 21 آدم ها رو رو نژادشون دشمن بداره از انسان آزاد بعید. بریم دونه دونه گوش بدیم. اولین هموطنم. هموطن عزیزم سلام عرض میکنم. من از ایران از خدمتون تماس میگیرم، از تهران. عاشق برنامه‌تون هستم. برنامه خیلی زیبای جالبی دارید و من لذت میبرم. حالا موقعیتی هم دارم، خودم هنری هستم بماند. من میخواستم اگر امکان هست، من از این آقای مسعود اسدالله‌ای که از دوستان هم هست، موردی رو راجع به این شمالیشون گفتن فیلم همسفر، اطلاعاتی دارم برای ایشون جالبه، اگر ممکن هست شماره تلفن ایشون رو به این وسیله که تلفن ما الان خدمتتون هست، من در کلاردشت هستم. برای من اطلاعات بیشتر رو نمیخوام از تلویزیون عنوان بشه. آقای امیر از دوستان، از کسانی که درباره اون قهوه خانه همسفر که مسعود عزیزم هفته گذشته نشونش داد اطلاعاتی دارم و میخوام با مسعود صحبت کنم. دوست من، بهترین راه برای این کار اینه وقتی شما پیامتون تموم شد، پایان گرفت، به اندازه 5 ثانیه درنگ کنید، شمارتون یا ایمیلتون رو ذکر بفرمایید که بعد آقای اسدالله‌ای بتونه با شما تماس بگیره. همینطوری میفرمایید، خب وقتی زنگ میزنید تلفن ها ضبط میشه، بنابراین ما نداریم اون شماره تلفنی که به اونجا زنگ زده. خیلی از دوستان هستن شماره تلفنشون رو میگذارن، اما وسط حرفاتون نزنید که ما دچار مشکل بشیم بخوایم اونو دراریم. پایان که گرفت حرفاتون اشاره بفرمایید چگونه ممکنه با شما تماس بگیریم. تلفنتون رو مرقوم بفرمایید بازگو کنید یا ایمیلتون رو. بسیار سپاسگزارم. چشم آقای اسدالله‌ای حتما خواهم گفت. هموطن بعدی. علیکم.
سلام علیکم. خواستم پیام رو به شبان که آقای عزیزان رو جزده برسونم. یکی اینکه خیلی خیلی ازشون تشکر میکنیم، یکی اینکه تو ایران معروفند به اینکه بهترین کروات های دنیا رو استفاده میکنه، گرون قیمت ترین کروات رو استفاده میکنه، یکی اینکه بنازند از اون سواد و اطلاعات و فهم و شعورش. خدا تشکر. سپاسگزارم هموطن عزیزم، ولی باور کنید من گرونترین کروات ها رو استفاده نمیکنم. خیلی کروات رو دوست دارم، یه چیزایی از هر کسی بهش علاقه داره. منم کروات دوست دارم، عینک دوست دارم، انگشتر، اینا چیزاییه که دوست دارم. و ولی کروات های گرون قیمت ترین رو مطمئن نه. اما یه خود آدم زحمت به خودش بده، سلیقه به خرج بده، میتونه کرواتایی هم پیدا کنه که گرون ترین نیست ولی به هر حال زیبا هم هستن. ممنونم از حسن ظن شما نسبت به خودم. هموطن بعدی. سلام آقای محترم، من از سیاتل زنگ میزنم. من دو تا از دوستان در لندن هستن و سالها، یعنی 40 ساله که گمشون کردن. یکیشون خانم فرح جهانگیری بود که قبلا هم گوینده بی بی سی بوده، یکی هم خانم فرشته هاشت جوادی، خانم آقای فروزان. بله، اولا فرح خانم جهانگیری در صدای آمریکا بودن، بنده افتخار همکاری با ایشون رو داشتم. سالها برنامه زیر ذره بین منو فرح خانم ضبط میکرد، سوال رو میکرد، و بعدم که ایشون به اتفاق همسرشون منصور عزیز بازنشسته شدن و تصور میکنم هنوزم در آمریکا باشن. من آخرین بار 2 سال قبل یا 1 سال قبل که در آمریکا بودم با ایشون صحبت کردم و حتما امیدوارم ایشون پیام ما رو شنیده باشن، پیام شما رو، و بعد بتونیم باشون حتما صحبت بکنیم و بگم که دوستشون دنبالشون هست. همینطور خانم حاسد جوادی، امیدوارم صدای شما رو شنیده باشن و بتونیم شما بتونید ایشون رو پیدا کنید. متشکرم. دوست بعدیمون. سلام. سلام خدمت جناب آقای دکتر نوریزاده و کلیه همکاران بسیار بسیار خوبشون. خدمتتون بگم که شما دیشب یه برنامه در مورد تلفن، برنامه لایف داشتید، خیلی ممنون، خیلی خوب برنامه بود. از همه همکارانتون تعریف کردید که جای تعریف هم دارن و برنامه های بسیار خوبشون، تو من همه شون رو میبینم، نه یکی و دوتا. فقط نمیدونم چی شد که در مورد برنامه گلگشت که بسیار برنامه خوبیه و من هیچ وقت اینو از دست نمیدم و آقای حسین اجازی و همه مهمانایی که دعوت میکنن بسیار آدم های پخته و فهمیده و دانایی هست. خب میشه یه موقع آدم از نظرش دور. معمولا انسانهای خیلی مهذب، انسانهای خیلی نازنین مثل حسین حجازی آنقدر در قلب آدم هست و پره و حضور داره که گاهی اوقات اینا پیش میاد. من واقعا به حجازی حرمت میگذارم، یکی از دوستان عزیز منه جدا از همکاری، و اینقدر این آدم انسانه. هر بار که من میرم به امریکا کار و زندگیشو میگذاره و با همه محبتش همراه من هست. من ازش بی نهایت سپاسگزارم. شاید من باید جداگانه این اتفاق میافتاد و جداگانه بگویم بسیار برنامه گلگشتش برنامه عالی است. گفتگوهایی که میکنه با دکتر عباس میلانی، دکتر محسن میلانی، با ایرج مستاقی که بسیار عالیه، و همینطور گفتگویی که هفته گذشته با دکتر منصور فرهنگ داشت فوق العاده بود. انسانی است فرهیخته، دیر سالی در این کار بوده، مدیر رادیو بوده، مدیر برنامه هایی بوده در تلویزیون های مختلف، ولی ایران فردا رو خیلی دوست داره، با همه دل و عشقش تو ایران فردا هست. درود بهش میفرستم و افتخار میکنم به وجودش و ممنونم از این بانوی گرامی که یادآور شد. شاید یکی دو برنامه دیگرم من از در اون لحظه نوشته نداشتم، همینجوری به ذهن میومد. اگر چنین باشه حتما در برنامه های دیگه چک میکنم و به اون برنامه هم اشاره میکنم، برنامه هایی که داشتیم، برنامه هایی که داریم و به برنامه هایی که در دست تهیه هستن. هموطن بعدیمون. جناب نوریزاده، براتون آرزوی موفقیت دارم. خیلی خوشحالم که شما هم در ارتباط مستقیم قرار میگیرید و پاسخ بیننده هاتون رو میدید. امیدواریم که شما هم به تمام این شایعات نقطه پایان بذارید، مدارک اسنادی دال بر
تأمین منابع مالی خودتون ارائه بدین. بسیار متشکر میشیم و امیدواریم که اسناد و مدارک شما قابل قبول باشه. موفق باشید. دوست من، این داستان رو که از ابتدا راه انداختن، من براتون بگم غیر از تلویزیون صدای آمریکا، تلویزیون بی بی سی و رادیو فردا که مشخص دولت آمریکا و دولت بریتانیا تأمین کننده هزینه‌شن، کدام یکی از تلویزیون‌ها تا به حال اومدن یا رادیوها برای شما یه صورت حساب بذارن جلوتون، اینقدر خرج ما بود، اینقدر گرفتیم، اینقدر آگهی داشتیم؟ کدومشون اومدن به شما گزارش بدن؟ هیچ کدوم. شما باید به آنچه عرضه میشه نگاه کنید. من روز اول اومدم اینجا براتون گفتم، روز اول براتون گفتم هزینه این تلویزیون چجوری تأمین میشه، همه رو براتون شرح دادم، اشاره کردم چه شخصیت هایی بودن که همراه و همدل ما بودن. اما شما نتیجه کار رو ببینید، شما بنشینید نگاه کنید ببینید آیا این تلویزیون ضد ایرانه، ضد مصالح وطنمونه، آیا در این تلویزیون حرفایی زده میشه که به نفع، ببخشید، یک دولت خارجی است یا به نفع دشمن ایرانه. اینا رو دقت بهش بکنید. آیا ببینید برنامه‌های ما در جهت ضدیت با ایران، فرهنگ ایران، تاریخ ایران و اعتبار و جایگاه والای ایرانه؟ به اون توجه کنید. من الان اومدم اسم چند نفر اینجا برای شما بردم و نشون دادم که این چند نفر اینقدر به این تلویزیون کمک کردن. جز این که اون چند نفر رو تو مشکل و مصیبت بندازم، خانواده هاشون، همه اینا چه کاری کردن؟ چه نتیجه میگیرم که شما بدونید آقای حسن اینقدر داده و آقای حسین اینقدر؟ چی برای شما داره؟ اون کسانی که شایعه میسازن و این حرفا رو میزنن، خود در کیسه خود رازهای بسیار دارن. من هرگز در صدد اون نبودم، گریبان کسی رو نگرفتم که آقا تو پول تلویزیون تو از کی میگیری؟ به من ربطی نداره. من نتیجه کار رو نگاه میکنم ببینم آیا این در جهت خدمت به مصالح ملی وطنمه یا علیه مصالح ملی وطن. سپاسگزارم از دوست من. شنونده بعدیمون، بیننده بعدیمون. با سلام خدمت دستندرکاران ایران فردا، میخواستم خبری رو از ایران براتون بگم که در هیچ کدوم از رسانه ها حتی کوچکترین اشاره به این نشد، در صورت که ما دیدیم یک جوان آمریکایی کشته شد و این صدا و سیما به هر دری زدن برای اینکه آمریکا رو محکوم کنن. 5 تا از سربازان واقعا رشید کشور ایران در سراوان سیستان و بلوچستان که 3 نفرشون در آتیش سوختن و جزغاله شدن و 2 نفر اونا هم به شهادت رسیدن و هیچ کدوم از رسانه ها به این مسئله هیچ اشاره‌ای نکردن. این در حالی بود که ماشینی که داشت پر از سرباز بود و به ماموریت میرفت، چون با یک تریلی تصادف کرد، 3 نفر از بچه های خوب ایران در آتیش سوختن و خانواده ها رو داغدار کردن. بعد مشخص شد که اصلا راننده ماشینی که سربازا رو داشته می برده اصلا گواهی نامه نداشته. آمبولانسی که اعزام شد برای کمک به این سربازا متاسفانه چپ کرد و 2 نفر دیگه هم ما اونجا کشته دادیم. سهل‌انگاری و بیمبالاتی فرماندهان نیروی انتظامی واقعا شرم‌آوره. آقای سردار احمدی مقدم، اگر در یک کشوری مثل، ببینید بانوی هموطن من، ما راجع به خبر این حادثه اشاره کردیم، ممنونم که شما توضیحات بیشتری هم دادید، حق با شماست. 5 سرباز میهنمون به خاطر بی‌لیاقتی رژیم جهل و جور و فساد و باجناق مربوطه تحفه آرادان که فرمانده نیروی انتظامی است، آقای احمدی مقدم، که واقعا اگر عدلی در این کشور بود، اگر عدالتی بود، سرجوخه هم نمیشد، چه برسه به جنرال. بله، مگر بچه های ما رو جیش العد گرفت و دانایفر رو به قتل رسوند اینا کاری تونستن بکنن؟ مگه در موارد دیگه اینا کاری کردن؟ جندالله مسافران بیچاره گف سر برید، اینا کاری کردن؟ نه، اینا بسلحت خودشون مهمه، مهم اینه که برن با القاعده بسازن، برن بسازن با طالبان و
آقای عبدالمالک ریگی رو تحویل بگیرن. تو عراق هم مطمئن باشید با داعش ساختن، چون دو سه تا از آدماشو گرفته بودن آزاد کردن. رژیم به پرنسیبی اعتقاد نداره، برای ایران زمین احترامی قائل نیست، برای فرزندان ایران حرمتی قائل نیست، فقط نوکران مقام معظم اونا از حرمت و پول و امکانات برخوردارن. نفر بعدی بفرمایید. هموطن عزیزم الو سلام. آقای نوری‌زاده چقدر علاقه‌مندم که یک برنامه ادبی داشته باشیم از سبک اشعار و از اشعار شعرهای قدیم به خیلی از شعرهایی که امروز گمنامند بشناسیم، آشنا بشیم با سبک اشعار، یاد بگیریم و به نظر من خیلی برای ما مفید خواهد. هموطن عزیزم ما برنامه ادبی داریم، هر روز من برنامه خودم با یکی از اشعارم شروع میکنم، در برنامه چارسو گهگاه داریم، برنامه که شاهد عزیزم از پاریس میفرسته که در اونجا خب چهره مثل نعمت میرزازاده آزرم عزیز هست و در اون میم سحر هست و شعراشو میشنوی و همطور شاعران دیگه، سیمین بانوی، بهبانی، هر از گاه. اما چشم، جزء برنامه ها مو خواهیم گذاشت. قلم فرسایانم که میبینید براتون گفتم به صورت جدیدی عرضه خواهد شد در نزدیکه، یعنی ما الان از ماه نوامبر بعد از اینکه روی هاتبد رفتیم سلسله برنامه‌های جدیدی هم خواهیم داشت. به هر روی سپاسگزارم از بانوی ادب دوست. هموطن بعدیمون با سلام، تسلیت خودم و خانواده‌های بسیار زیادیه که بچه‌هاشون سرباز جمهوری اسلامی داشتن، به خانواده‌هایی که 5 نفر از سربازان ایران در سراوان سیستان و بلوچستان به خاک و خون کشیده شدن. میخواستم ابراز کنم و خواهش کنم از آقای چالنگی و از آقای نوریزاد با بیان شیواشون این مسئله، این خبری که هیچ اثری در رسانه‌های ایرانی درش نبود، به گوش همگان برسونن و تاکید کنن برای سران جمهوری اسلامی جان مردم هیچ ارزشی نداره، پای خان گستردهی نشستن و فقط دارن قارت میکنن. خواهش میکنم به خاک و خون کشیده شدن این سرباز ها. سختی سر چشمم هموطن من، وظیفه ماست، ما کار اضافه نمی کنیم، دفاع از تک تک آحاد ملت ایران، از نیروهای انتظامی، از ارتش، از سپاه، همه اونایی که عاشق وطنن، نه اونی که میره ندا آقا سلطانو میکشه، نه اون که با باتوم تو سر مردم میزنه، نه اونایی که به وظیفه ملیشون عمل میکنن. ویدیوی برای من کسی فرستاده بود، متاسفانه نمیتونم نشون بدم چون نمیخوام اون ماموران گیر بیفتن. 3 تا مامور انتظامی هستن که اینا یکی نفر چهارم میره مزاحم چند تا خانوم میشه و اینا میان پس گردن همکارشون رو میگیرن و با تندی میگن بیا برو، به ناموس مردم چی کار داری، و به اون خانم ها هم توضیح میدم میگن راحت باشید برید تفریحتون رو بکنید چون نزدیک در اطراف دریا هستن. و من چقدر دیدم اینا آدم های جالبی هستن، وطن رو دوست دارن، هم وطنشون رو دوست دارن، نمیخوان اسباب آزار باشن، بار خاطر مردم باشن، بلکه میخوان یار شاطر باشن. هموطن بعدیمون پیام من برای آقای نوریزاد. من شهریار خلیلی هستم آقای نوریزاده، عرشد که برادر دوم سیمین است، عرشد که سیمین بهبا. من خواستم از شما تشکر کنم از برنامه های خوبتون، به خصوص شعری که سیمین برای شما گفته بود و شما جوابی که شما داده بود، بسیار شعر محکم خوبی بود. بهتون عرشد که تبریک میگم و ضمناً بازم ازتون تشکر میکنم برای همه محبت ها، برنامه ها که برای سیمین جون گذاشتید و همه دوستانتون. لطفاً تشکر خانواده رو ابلاغ بفرمایید. سپاسگزارم جناب خلیلی در برابر یاد و خاطره سیمین بانوی نازنین سرفرو میآورم و نام او در قلب ما
نقش بسته و جاودانه خواهد بود، نسل به نسل. مادر ایران شدن کار ساده نیست. سپاسگزارم از شما. هموطن بعدیمون. با درود به شما جناب آقای نوری‌زاده عزیز، مدیریت محترم شبکه ایران فردا، و تقدیر و تشکر از تلاش‌های شما در جهت پیغام اینکه شبکه شما داره پیغامگیر شده و صدای مخاطبینتون قرار در شبکه منعکس بشه و شما به سوال‌های اونها پاسخ بدید. من یک شبهه‌ای و یک موضوعی در ذهن من چند وقتی هستش که درگیر کرده ذهن من رو، و اون اینه که نمیدونم چرا شما با عناصری که در واقع تجدید طلب هستند و اون نسبت به یک پارچگی کشور ما در واقع اهتمام ندارند و علاقه ای ندارند، شما با اینها نشست و برخاست دارید و اینها رو دعوت میکنید توی برنامه‌تون و توی شبکه‌تون و با اینها هم صحبت میشید و نظرات اونها رو تو برنامه بازگو میکنید و منعکس میکنید. این برای ما جای سوال داره. امیدوارم که برای این سوالات ما پاسخی داشته باشید که هدف شما از نشست و برخاست با این عناصری که تجدید طلب کرد هستن، تجدید طلب عرب هستن، مخصوصا تجدید طلب های کرد ایران مثل آقای مهتدی، مثل آقای خاتمی که توی شبکتون از اونها دعوت میکنید و حضور پیدا میکنن، این رو برای ما جواب بدید که چرا و با چه هدفین. هموطن عزیزم، شما اگر عبدالله مهتدی رو تجزیه طلب بدونید، باید گفت در ایران یک نفر مؤمن به وحدت ملی ایران نیست. محسن خاتمی تجزیه طلب، محسن خاتمی تمام عمرش انسانی که پدرش استاندار بوده، عموش آجودان شاه بوده و در جستجوی آزادی جوانیش رو داده، در کوه و کمر، در زندان، پای اعدام، عاشق یک پارچگی ایرانی، کسی که از بستر نهضت ملی بلند شده، پیرو راه زنده یاد دکتر شاپور بختیار بوده، او نمیتونه تجزیه طلب باشه. کاک عبدالله مهتدی کسی است که همیشه گفتم در قالب یک رهبر سیاسی ملی بهش نگاه میکنیم. کاکسلا برادرش کسی است که در ادبیات فارسی و عشق به حضرت فردوسی کمتر نظیر او رو داریم. اینها رو تجزیه طلب نمیخوانند. کسانی که میگویند آقا حقوق قانونی مردم کردستان باید حفظ بشه، این تجزیه طلب نیست. برای حفظ وحدت ایران ما باید حقوق هموطنانمون رو به رسمیت بشناسیم. نباید کرد و بلوچ و ترکمن و تالش رو بگیم چون سنی هستی نمیتونی رئیس جمهور بشی. او اگه حق خودشو خواست گفت منم برابر شیعه باشم، اگر بهایی یا مسیحی یا یهودی ایرانی و زرتشتی ایرانی و بیدین ایرانی، گفت منم مثل شیعه اثنا عشری ولایی میخوام از حقوق مساوی برخوردار باشم، باید بگیم اینا تجزیه طلبن. کی شما از زبان عبدالله مهتدی بانگی به تجزیه ایران شنیدید؟ جز پیوند و همبستگی، جز حضورش در تمام نشست هایی که محور ملیت، محور ایرانی بودن، در اونجا اصل. کمی بی لطفی نکنید. اگر ما از حالا بگیم حرفای هیچ کس رو نباید گوش کرد، فقط ما، و با یک دید شوونیزم و قومگرایی به قضایا نگاه کنیم، طبیعتاً اون طرف هم عرب ایرانی قومگرا میشه. ولی اگه آغوش ما باز باشه بگیم همه ما ایرانی هستیم، این لحاف چلتکی هزار ساله رو اینو باید حفظ کنیم. تنوع موسیقی، آهنگ ها، ما یه برنامه داریم سرزمین ما که همکار عزیزم جمشید چالنگی اجرا میکنه. من خیلی آرزوها برای این برنامه دارم و همینطور خود چالنگی، و ای کاش ما بتونیم این برنامه موسیقی این همه اقوام ایرانی رو معرفی کنه، تاریخ و فرهنگ و شعر و ادبیات و رسوم و غذاها و عادات رو. وقت میبینید ما چه سرزمین غنی داریم. نباید بترسیم اگر کرد ایرانی
به زبان کردی یا آذربایجانی به زبان ترکی، یا عرب به زبان عربی، یا بلوچ به زبان بلوچی، ترکمن به ترکمنی، تالش به تالشی، در لهجه های مختلف، گویش های مختلف صحبت کردن. در کنارش زبان فارسی رو به عنوان یک زبان ملی که هممون هم به اون تکلم میکنیم تقویت کنیم، اعتبار بدیم، نه دشمنی کنیم. دوست عزیز من، هموطن بعدیمون. درود میفرستم به همه عوامل و زحمتکشان تلویزیون ایران فردا، به همه ایرانیان اصیلی که در این تلویزیون مشغول زحمت هستند و برای ما برنامه‌های تهیه می‌کنند. به خصوص از شخص آقای نوریزاده تشکر بسیار دارم و درود بیکران خودم نثار ایشون می‌کنم. خیلی 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 تشکر میکنم از کیفیت خوب برنامه های تولیدی این تلویزیون. خیلی ممنونم ازتون. به نحو احسن داره برگزار میشه این برنامه ها، نمایش داده میشه، تولید میشه. خیلی ازتون ممنونم. اما در کنار این تشکرها، در کنار این سپاسگزاری ها، یک تقاضا هم دارم ازتون و مطمئنم به این تقاضای من که فکر میکنم تقاضای خیلی از دوستان دیگه هم باشه، خیلی از بینندگان دیگه تلویزیون ایران فردا هم باشه، اونم اینه که برنامه آقای نوریزاده که بسیار برنامه خوب و مخاطبی هستش، مثل خیلی از برنامه های دیگه پیاز میشه که مثل همه برنامه های زنده دیگه، مثل برنامه که از همه تلویزیون ها پخش میشه، طوری باشه که بتونیم ما مخاطبین بتونیم تماس بگیریم و در برنامه شرکت کنیم، اظهار نظر کنیم در مورد موضوعی که بسیار حرف درستی است. و من همون جور که بهتون قول دادم، امیدوارم زمانی که رفتیم رو هاتبرد و این مسئله اینترنت قوی ما حل شد، چون ما ساختمونمون در یک موقعیت خاصی قرار گرفته که از نظر خط فایبر و کیبل دوچار مشکل بودیم، ولی این مشکل حل شد و حالا داره اقدامات و کارهای اولیه انجام میشه، اون وقت من میتونم مستقیم صدای شما رو پخش کنم، لذت ببرم و همونجا مستقیم پاسختون رو بدم. یعنی من به جای اینکه هر روز بیام مثلا 10 دقیقه بگذارم، یک روز رو مشخص میکنم، جمعه یا روز دیگری، که تمام برنامه رو میذاریم با هم گپ و گفت خواهیم داشت. اگر شما سوالی دارید از یکی از همکاران من، همونجا اونم میگیرم که پاسخ شما رو بده. ممنونم دوست عزیزم، کاملا حرفتون صحیحه. هموطن بعدیمون. سلام، مرسی از برنامه خوبتون. سلام، من با آقای نوریزاد برسونید. ما از بیننده های پرپورت شما هستیم، شما و برنامه‌تون رو دوست داریم. مرسی، تشکر. سپاسگزارم دوست مهربان من از لطفت. باور کنید، فکر نکنید من سلکت کردم این پیام ها رو که مثلا چیزای راجب خودم باشه، نه. دوست نازنین و همکار من آرش که پیام ها رو میگیره، تمام پیام ها رو ردیف مرتب میکنیم و ما همه رو پیاپی پشت هم پخش میکنیم و بنابراین فکر نکنید من انتخاب کردم چه، نه. فقط تنها چیزایی که بیرون میاد پیام هایی است که فرد خود رو معرفی میکنه، آدرس خونش رو میده، شماره تلفن رو میگذاره، من به خاطر خودش تو ایران اونو در میارم، خصوصی بهش زنگ میزنم یا میدم دست همکارانی که میخواد باشون صحبت کنه. خب ما یه سری داریم که تشکر هست که من بسیار ازشون ممنونم، حالا بعدا فرصت بیشتری داشته باشیم صداشون رو پخش میکنیم، ولی یکی دو تا اساسی داریم که در رابطه با مسئله برنامه های خود من سوالاتی دارن، به ویژه یکی که در مورد عراق میگه که چرا من وزرای کابینه رو معرفی میکنم و یکی دیگه هم در رابطه باز با مسئله عرب ها میگه. خب حالا میریم بیننده دیگری که حرف تازه ای داره. آقا خیلی عرض میخوام، فقط میخواستم راجب حرفایی که آقای نوریزاده میزده یه چیزی بگم، برای اینکه عربا دشمن ما نیستن، عربا از اول دشمن ما بودن تا الان،
من نمیدونم چجوری آدم با چه زبونی باید با ایرانی ها صحبت کنه. یه آدم تحصیل کرده این مثل آقای نوریزاده دیگه باید اینو بدونن. اونا هنوز ما رو ببینید. یکی دیگه هم هست، اونم گوش بدیم راجبه این موضوع که من کلن راجبش حرف بزنم. البته ایشون محورش بعد روی عراق خواهد بود، ولی باز راجب عربا صحبت میکنه. اونم بشنویم تا من هر دو رو یک جا پاسخ بدم. آقا من ممنون و متشکرم از این که هر وقت زنگ میزنم جواب منو میدین و از این بابت خیلی متشکرم. برنامه جناب نوریزاده رو داشتم الان چهارشنبه شب گوش میکردم تکرارشو. به آقای نوریزاده بگین که ایشون اسامی کابینه عراق رو دونه دونه نیم ساعت توضیح میدن. اینه برای چی توضیح میدن؟ این کابینه عراق رو ما مردم ایران آیا برای ما که در امریکا هستیم توضیح میدن؟ آیا اینه برای ایرانیایی که در ایران هستن توضیح میدن؟ یا اینه برای همون خود آخونده توضیح میدن؟ واقعا دانستن این که نمیدونم حسن البکری رئیس کابینه شده یا اون خره رئیس فرانه و خود ما از بچگی که یادم میاد ما همچین علاقه زیادی به عربا نداشتیم. ما هم دو موضوع اینجا مطرح میشه. در پیام اول و دوم هر دو روی دشمنی با عرب ها صحبت میکنن. دوست عزیزم، ما همسایمون سوئیس، ایتالیا، فرانسه، نمیدونم هلند نیست. همسایگان ما کشورهایی هستند که اکثرشون عربن. ما محیط جغرافیاییمون رو انتخاب نکردیم. سرنوشت و تقدیر ما چنین بوده در این منطقه باشیم. حالا درسته که ما با اداوت و کینه‌جویی که 1400 سال پیش چون عربا به ما حمله کردن این حالت رو داشته باشیم. جنایات اسکندر 100 برابر عرب ها بود، برای که در برابر عرب ها ایرانی ها خیلی زود تونستن هویت خود رو باز یابن، تأثیر بگذارن و تمام اداره امور رو به دست بگیرن. در برابر به قول دکتر زرینکوب 2 قرن سکوت بود و لطمه به ما خورد. در برابر اسکندری که جانشینانش 400 سال کوشیدن ایران و یونانی بکنن چطور ما این کینه رو نداریم؟ ما اسم بچه‌مون رو میذاریم اسکندر، میذاریم چنگیز، میذاریم تیمور، هولاکو میذاریم، کسانی که اومدن کشور ما رو با خاک یکسان کردن. و بعد نه کینه به چینیا داریم، نه به مغولا داریم، نه به تاتارها داریم. میریم ازبکستان مجسمه امیر تیمور هم میریم پاش گل میذاریم در مقام رئیس کشور و من وزیر خارجه. این نفرت از عرب ها چیه؟ میدونه چیه؟ ما اومدیم عرب رو با مذهب دست رژیم یکی کردیم. شما فکر میکنی عرب ها مثلا خیلی خوششون میاد از نوع مذهب ساختگی که اینا ساختن؟ و بعد کی عرب ها به ما کینه دارن؟ عجم عرب چیزی مربوط برمیگرده به قدیم، به 1400 سال پیش. و تازه عجم توهین نیست. حضرت فردوسی میگه عجم زنده کردم بدین پارسی. چرا این حرفا رو میزنیم؟ در قرن 21 که مرزها برداشته میشه، مرزهای فرهنگی و انسانها در پیوند با هم میشن، ما بیایم اینجا حرفای رکیک بزنیم؟ نمیدونم عرب زشته، هموطن من زشته. عرب های ایران جلوی صدام ایستادن و خوزستان رو حفظ کردن، بچه هاشون کشته شدن، حالا شما میگی دشمنی با عرب؟ اون وقت اگه عرب ایرانی یه حرفی بزنه که بوی نامهربانی بیاد عصبانی میشیم. خیلی لطف کنیم میگیم اینا عرب زبانان ایران هن. نه، عرب ایرانی هن. افتخارم میکنن که عرب ایرانی هن. بنی طرف هن. قبایل عربی هستن که امتدادم دارن ولی ایرانی هن. بچه هاشون جلو تانک های صدام رفتن قابیدن کشته شدن، زندگیشون نابود شد. اما اگر از وزرای عراق میگم، برای اینی که رژیم جمهوری اسلامی در اونجا مداخله میکنه، بعضی از این وزرا نوکر اینان،
رو به قبله خونه آقای خامنه‌ای در خیابان آذربایجان نماز میخونن. نخست وزیر قبلیشون کراواتشو باز میکنه میاد پیش آقای خامنه‌ای. به هر حال حرف زیاده، در این مقوله بازم صحبت خواهم کرد و همچنان اون شعار همیشگیم: ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. منتظر نقطه نظرهای شما هستم، حتما برنامه رو اونطور که شما بخواید تدارک خواهیم دید. بدرود. الو ایران فردا. الو ایران فردا. الو ایران فردا. الو ایران فردا. الو ایران فردا.